کسی که سالها در کنار رئیس جمهور افغانستان حضور داشت و شاهد ذره ذره فرو ریختن ارزش‌های یک ملت با تصمیمات رئیس شد. ما را کچالو فروش گفته بودید، نمی‌فهمم کچالو فروش ها را خبرنگار گفته بودید، کدام چیز گفته بودید در دوران؟ خب مقاماتی که از افغانستان بیرون رفتن تلفن‌هایشان میگه که از سوهن خارج شدن. لحظه‌ای که آقای غنی فرار می‌کرد معاونانش کجا بودند؟ آقای مرتضوی، آقای غنی آخرین فردی بود که از افغانستان رفت. بزرگترین مشکل میان اشرف غنی و رهبران مجاهد و رهبران سنتی چه بود؟ میخواستن که خودشان در ساحه نفوذشان در نقش رئیس جمهور باشد. قدرت در افغانستان برای اولین بار در تاریخ تقسیم شده منظورتان بود. منظورتان همان رهبران سنتی است که مثل آقای اسماعیل خان تا که اسیر نشد جنگی؟ بخش عمده منابع در اختیار رهبران جهادی بوده. ما باید در داوری و قضاوت منصف. مگر شما شاهد نبودید که آقای محب جلسه شورای امنیت را مدیریت میکرد؟ مگر شما شاهد نبودید که آقای محب در بالای میز مینشست و وزیر دفاع و داخله و رئیس امنیت در پایین میز؟ من فکر نمی کنم که این موضوع صحت داشته باشد، ولی به هر حال این تخته شطرنج هر که خوبتر این تخته را مدیریت کرد میتونه پیروز میدان بشه. دیدگاه شما در مورد مقاومت دوم به رهبری احمد مسعود؟ اولین پرسش بایدی باشد که واقعا هزینه جنگ کی میپردازه؟ فرزندان رهبران میپردازه یا اولاد غریب؟ میگن که آقای غنی در ابوظبی است. من نمیدونم، شما حتما بهتر از من میدانید، اما هنوز هم با ایشان در ارتباط هستید؟ آخرین باری که من رئیس جمهور را ملاقات کردم برایشان چند جلد کتاب بردم. چون آیا از طالبان ترسی ندارید؟ ما فعلا شهروند عادی است. آقای حقانی مطمئنا حق وقت ندارن برای همه شهروندان عادی که با آن گونه یک به یک بنشینن و چای بنوشن و ملاقات کنن. به هر حال انس حقانی به خانه تان آمد، چه گفت آقای مرتضوی و دلیل آن ملاقات چه بود؟ قبل از ما در قصهای دوحه رهبران سیاسی پیدان کشال می رفتن. آقای مرتضوی من نمیدانم، من به اشتباه احساس میکنم که شما هنوز هم واقعا شما در حال دفاع کردن هستید همچنان از نتیجه کار آقای غنی که سقوط نظام جمهوری هم. از لحاظ اداری، از لحاظ کاکتوس در این پنجشنبه شب ساعت 19:30 و وقت کابل ساعت 16 و وقت اروپای مرکزی و ساعت 12:30 و وقت امریکا.